بنام یادی خدا رئیس لالیگاو و پیش بینی در باره وضعیت ادامه فصل تمدید قرارداد کریستیانو رونالدو تا 39 سالگی با باشگاه یوونتوس. در ادامه با ورزش پلاس باشید و برای تازه ترین اخبار ورزشی کافی است که کانال ما را سابسکرایب کنید. خاویر تباس رئیس لالیگا مطمئن است که رقابت های این لیگ در ادامه اثر گرفته خواهد شد. کشورهای زیادی در دنیا با ویروس وحشتناک کرونا دست و پنجه نرم می کند که اسپانیا یکی از آنها به حساب می آید. در این کشور تا امروز 288 نفر جان خود را به دلیل ابتلا به ویروس کرونا از دست دادند. از طرف دیگر رقابت های لالیگا نیز به حالت تعلیق دار آمده و مشخص نیست که آیا بعد از دو هفته مسابقات از سر گرفته خواهد شد یا خیر. همچنین وضعیت به پایان رسیدن فصل و انجام بازی های باقی مانده با توجه به در پیش بودن یورو در حاله از ابهام قرار گرفته است. با این وجود گمان زنی های زیادی مبنی بر احتمالی به تعویق افتادن رقابت های یورو برای پیگیری مسابقات باشگاهی به گوش رسیده است. با وجود همه شایعات اما رئیس لالیگا اعتقاد دارد که این بازی ها از سر گرفته خواهد شد و به فصل پایان داده می شود. خاویر تباس در این باره گفته است که من اطمینان دارم که ما می توانیم به فصل پایان دهیم. ما با سایر لیگ ها برای هماهنگی تاریخ بازی ها همکاری می کنیم. رئیس لالیگا در ادامه می گوید که اگرچه سلامتی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است اما در صورت پایان نپذیرفتن رقابت ها با مشکلات بزرگ روبرو می شویم. در همین حال پس از آمار و ارقام چشمگیری که رونالدو در سال جدید به ثبت رسانده، سران باشگاه یوونتوس به فکر تمدید قرارداد با این ستاره پرتغالی هستند. پس از ابتلای دنیل روگانی مدافع یوونتوس به ویروس کرونا و به تعویق افتادن تمامی رقابت‌هایی که یوونتوس در آن حضور داشته، حالا مسئولین این باشگاه فرصت مناسبی برای پیگیری اهداف بلندمدتی خود پیدا کردند که یکی از این اهداف تمدید قرارداد کریستیانو رونالدو میباشد. ستاره پرتغالی در حال حاضر در شهری مادیرای پرتغال خود را قرنطینه کرده است. او تا پایان سال 2022 با باشگاه یوونتوس قرارداد دارد و در حال حاضر نه 35 ساله می باشد. با توجه به عملکرد درخشان رونالدو و به ثمر رساندن 25 گل در 34 بازی و همچنان ارسال کردن 4 پاس گل، سران باشگاه یوونتوس به فکر تمدید قرارداد با رونالدو افتادند. همچنین از روز 1 دسامبر رونالدو موفق شده است تا در تمامی رقابت‌های یوونتوس گلزنی کند. سران باشگاه ایتالیایی خواهان تمدید قرارداد رونالدو برای 2 سال دیگر هستند تا به این ترتیب مهاجم پرتغالی یوونتوس تا 39 سالگی در این باشگاه بماند. البته این مسئله نیازمند پرداخت دستمزد بالایی بر رونالدو میباشد. او در حال حاضر به ازای هر فصل 31 میلیون یورو از یوونتوس دریافت میکند و به نظر میرسد این رقم در آینده برای یک مهاجم 38 یا 39 ساله گران باشد. هرچند رسانه‌های ایتالیایی اعتقاد دارند که رونالدو بازیکنی نیست که ارزشش با اعداد و ارقام قابل اندازه‌گیری باشد و پرداخت این میزان دستمزد عاقلانه به نظر میرسد. البته اهداف باشگاه یوونتوس به اینجا خلاصه نمی شود و بانوی پیر به دنبال جذب یک مهاجم جوان همچنان می باشد. در حال حاضر بازیکنان مثل ورنر، هریکن و ایکاردی در لیست خرید باشگاه یوونتوس قرار دارند. البته خرید مهاجم جوان به منزله نیمکت نشینی رونالدو نخواهد بود و یوونتوس به دنبال تقویت خط حمله می باشد تا با اضافه شدن این بازیکن جدید نه تنها شانس کسب قهرمانی باشگاه یوونتوس در رقابت های مختلف بالا برود، بلکه با حضور بازیکن توانمند در کنار رونالدو این فوق ستاره پرتغالی بتواند آمار خود را بهبود بخشد. تشکر از اینکه تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.